خب بچه‌ها این یه تیکر دارم بعد از ادیت به ویدیو اضافه میکنم. بچه این کانال جدیده، دکمه سابسکرایب اون پایین بزنید، کانال قرمز کانال جدیده، حتما سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید. از این بعد قراره ویدیو رو اینجا بیشتر واسهتون بذارم. کانال قبلی هم یه سری مشکلات واسهش پیش اومده که در ادامه ویدیو بهتون میگم و یه سری اطلاعات کامل بهتون میدم که چه اتفاقی افتاده. پس کانال حتما همین الان سابسکرایب کنید که جدیده و از ویدیوهای بعدی جا نمونید. سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به این ویدیو که حال من خیلی توش خوب نیست، ولی خب سعی میکنم انرژی منفی به شما ندم و جواب سوالاتتون رو بدم که خیلی سال این یکی دو روز توی اینستا و تلگرام ازم پرسیده بودید در مورد کانالم که چی شده، چرا کانالت نیست و اینجور چیزا. خب بچه بذارین قضیه رو کامل بهتون بگم چیه و چه اتفاقی افتاده. این ویدیو رو هم سعی میکنم بدون ادیت واسهتون بذارم که یکم خودمونی تر باشه و بهتر منظورم رو بگید. بچه ها وقتی یه کانال یوتیوب به درآمدزایی میرسه و 1000 تا سابسکرایبر و 4000 تا فالوور تایم میگیره، باید یه حساب بانکی به یوتیوب بده که درآمدی که از تبلیغات یوتیوب میگیره رو واسهش بریزه، که توی ایران متاسفانه در دسترس نیست این امکان که بتونیم حساب بانکی خودمون رو بدیم تا یوتیوب درآمدمون رو بریزه. در مخاطب مجبوریم با یه سری شرکت ها کار کنیم که بهش میگن MCN اگه شنیده باشید، که توی ایران هم هست، توی خارج از ایران هم هست، که اینا یه درصدی از پول درآمد ما رو میگیرن و بقیه‌ش رو نقد میکنن و به صورت ریالی به حسابمون واریز میکنن. که بگذاریم، حالا کاری زیاد با این قضیه نداریم. خب بچه، وقتی حساب بانکیه به حساب یوتیوب ما وصل میشه، درآمد از طریق اون میتونه به حساب بانکی واریز بشه و این حساب بانکی رو اون MCN ها میتونن به 20 تا کانال یوتیوب وصل کنن، چون اونا محدودیت دارن، نمیتونن مثلا واسه هر کانالی یه دونه ادسنس بزنن و درآمد از طریقش دریافت کنن، که حساب من و 20 تا یوتیوبر دیگه به یکی از این ادسنس ها وصل بوده و یکی از این کانال ها اشتباه کرده و 3 تا کپی رایت استرایک گرفته پشت سرم. اونجوری که من با این شرکت صحبت کردم، 3 تا کپی رایت استرایک پشت سرم توی یه ساعت این کاناله گرفته و کاناله کلن از یوتیوب محو شده و کانال ما هم با خودش برده، چون اون حساب بانکی مال یه نفره و یوتیوب هم فکر میکنه که تمام این کانال یوتیوب مال یه نفره چون به یه حساب بانکی وصله. من که نمیام، تو ایران هم همینجوریه دیگه تقریبا، وقتی یه حساب بانکی مال یه نفر باشه، مال یه نفر، مال 20 نفر نیست که، اونم اینجوری تشخیص داده و تمام این کانال یوتیوب ها که به اون حساب ادسنس وصل بوده رو فعلا تعلیق کرده، جوری که به من گفتن. قبلا هم این اتفاق واسه یه سری دیگه از یوتیوبرها توی یه سری شرکت های دیگه به وجود اومده بود که تونسته بودن کانال ها رو توی 24 ساعت برگردن. الان من فکر کنم بوده 48 ساعتی شده که این اتفاق واسه کانالم افتاده و کلا محو شده از صفحه روزگار و حالا تا آخر هفته شرکت از همون مهلت گرفته که به احتمال بالا میتونه با صحبت کردن این مشکل رو برطرف کنه، که با اون کانالی که استرایک زده به یکی از این کانال ها صحبت میکنن و میگن لااقل یکی از استرایک ها رو بردار تا اون کانال ها رو از ادسنس برش داریم و بقیه کانال ها برگردن، که حالا امیدواریم این اتفاق بیفته و کانال ها برگرده. جوری که من با این شرکت صحبت کردم، خیلی از خودشون مطمئنن که میتونن این کار انجام بدن. حالا صبر میکنیم و ببینیم چی میشه، ایشالله برگرده. حالا نه تنها خودم، 20 تا یوتیوبر دیگه هم که خیلی زحمت کشیدن واسه کانالشون، این اتفاق واسه شون افتاده و اونجوری که من خودم دیدم و زحمت کشیدم واسه بالا اومدن کانالم، تقریبا همه اونام این مسیر رو طی کردن و امیدوارم نه واسه خودم، واسه همه این اتفاق بیفته و کانالشون برگرده و زحماتی که کشیدن به فنا نره. من خودم بچه ها پریشب بود داشتم کانالم با موبایلم چک میکردم که ویدیو رو ببینم چقدر بازدید خورده، چه ویدیوهایی رو بچه ها بیشتر دوست داشتن. اومدم برم کانالم رو پیدا کنم، دیدم توی کانالی که سابسکرایب کردم اصلا کانال خودم نیست و واسه هم سوال پیش اومد که کانالم کجاست. یه 20 تا کانال سابسکرایب کرده بودم، بینشون گشتم اصلا کانال خودم رو پیدا نکردم. سری اومدم سر کامپیوترم تا ببینم چه اتفاق واسه کانالم افتاده، چرا کانالم نیست. توی سرچم سرچش کردم پیداش نکردم با گوشیم، تا اومدم برم وارد کانال یوتیوبم بشم و ببینم چه جوری قضیهش، دیدم یه همچین روی کردن داریم دو صفحه میدید واسه میاد. گوگل کلا منو از ایمیلم انداخته بود بیرون، از ایمیلی که یوتیوبم روش ثبته،
همونطور که میبینید این تصویر رو واسم آورد و گفت کانالتون واسه همیشه از بین رفته و بهش دسترسی ندارید، که من به اون شرکتی که باش کار میکردم پیام دادم، خیلی سریع تماس گرفتم، حدود یه نیم ساعتی فقط پیگیر بودم تا اینا رو پیدا کنم، چون نصف شبم بود، ساعت 10-11 اینا بود، ساعت کاریشون فکر کنم تمام شده بود، تا اینکه بعد یه نیم ساعت تونستم با یکی از کارکنان شرکت ارتباط بگیرم و قضیه رو بهش بگم و گفت پیگیری میکنه، پیگیری کرد و اینا. ساعت 3:04 صبح بود بهم پیام داد که آره کانال رو پیدا کردیم که استرایک گرفته، اون کانالی هم که بهش استرایک زده رو پیدا کردیم، بهش پیام دادیم، حالا به احتمال بالا مشکل برطرف میشه. از خودشون مطمئن بودن که میتونن این مشکل رو برطرف کنن. حالا ما هم منتظر ببینیم چه اتفاقی میفته، میتونه کانال من رو برگردونه، نمیتونه، مثل من حدود 10-20 یوتیوبر دیگه هم اتفاق واسه شون افتاده. امیدوارم این اتفاق بیفته و کانال برگرده. بچه‌ها تا الان من یه ریال از درآمدی که از یوتیوب داشتم و واسه خودم خرج نکردم که بخوام چیز شخصی واسه خودم بگیرم، هر چی گرفتم تا الان واسه کیفیت کار بوده، دوربین گرفتم، رینگ لایت گرفتم، صندلی گرفتم، سیستم گیمینگ، اون هدفون واسه بازیایی که انجام میدیم با هم دیگه، و هر چی گرفتم واسه کار بوده بچه‌ها، تا حالا خرج واسه خودم نکردم. خیلی چیزای دیگه هنوز ویدیوام کم داره، سعی کردم ویدیوهای استانداردی بهتون تحویل بدم، نیومدم فقط صدامو بذارم روی ویدیو که ویدیو بذارم، این پویسرم هر روز ویدیو بذارم که بازدید بگیره و فقط درآمد واسه خودم داشته باشه. سعی کردم محتوایی که تحویل به شما میدم و از قبل خودم برم در موردش تحقیق کنم، یالم اطلاعات بگیرم و یه محتوای سالم و به درد بخور بهتون تحویل بدم، که تا الان از خودم راضی بودم چیزایی که تا الان بهتون گفتم و خودم هم دوست داشتم. ویدیوشو میبینم تا آخرشو تماشا میکنم که واسه خودم هم جذابه، چون اطلاعاتی که گرفتم و خیلی دنبالش گشتم پیدا کردم و اومدم به شما گفتم. امیدوارم شما از ویدیو تا الان و تا اینجا راضی بوده باشید و در آینده سعی میکنم محتوای بهتر، بیشتر و با کیفیت تری هم واسه تون تولید کنم. خب بچه، این کانال رو من از قبل میخواستم بزنم، کانال دومو میخواستم از قبل بزنم و حالا این موقع این اتفاق افتاد و زدمش. از یکی دو ماه قبل این تصمیم رو داشتم که یه لاین جدید تولید محتوا توی این کانال داشته باشم و تولید محتوا مربوط به کسب درآمد بذارم براتون. خودم هم از یه سری از این راهایی که قرار واسهتون توی این کانال بذارم کسب درآمد کردم و خوبه نسبت به درآمدی که یه نفر میتونه توی ایران داشته باشه از این روش ها، چون به دلار درآمد میتونه درآمد خیلی بیشتری داشته باشه. و حالا میذارم براتون، میبینید خودتون که کلن چجوریه. اگه کانال اصلی هم برگشت، که ایشالله برگرده هم واسه من هم واسه بقیه، این کانال رو مختص میذاریم واسه کسب درآمد اینترنتی و موضوع گیممون رو توی اون کانال ادامه میدیم. یه سری محتوای متفرقم از قبل میساختم، مثل معرفی بازی و یه سری ویدیوهای معرفی وی پی ان و اینا، که اونا رو هم ادامه میدیم، مشکلی نیست. حالا چه تو این کانال چه تو اون کانال میذارم اونا رو واسه تون، اونا اشکالی نداره، ولی انشالله کانال اصلی برمیگرده. من که خوشبینم، حالا برم نگشت زیاد مهم نیست، کسی که پشتکار و استعدادش داشته باشه و بتونه محتوای خوب تولید کنه بازم بالا میاد. حالا یه بار که اتفاق افتاد و نزدیک 7000 خورده ای ساب داشت کانالم که پرید، ولی انشالله برمیگرده. حالا زیاد حرف منفی نمیزنیم که اتفاق نیفته و کاری هم که بچه‌ها میکنیم دیگه. حالا این کانال رو سعی میکنم زود به زود ویدیو بذارم، سعی میکنم روزانه بذارم یا فوقش دیگه یه روز در میون ویدیو تو این کانال آپلود میشه تا یکم جون بگیره و بیاد بالا و هم تعداد ویدیوهاش بره بالا که واسه منم یکم اوکی باشه و درآمدی داشته باشه که بتونم تمام وقت تایم بذارم، چون من کاری که قبلا میکردم و دیگه نمیکنم و فعلا توی این چند وقت فقط دارم محتوای اوکی پیدا میکنم. من همونطور که میدونید حدود 2-3 ماهی میشه که هفته دو تا اینا ویدیو میذارم، ولی ویدیوهایی که میذارم و خیلی روش وقت میذارم و دنبالش میرم و محتوای کافی و اطلاعات کافی در موردش میگیرم و بهتون میدم. هدفم این نیست که فقط یه ویدیو بدم و ویو بخوره و بازدیدشو بگیرم. ویدیو زیادی نمیدم معمولا این چند وقت که محتوای خوب باشه، ولی سعی میکنم در کنار نگه داشتن اون کیفیت محتوا یکم تعدادش هم ببرم بالا توی این یکی دو ماه و ویدیوهای بیشتری تولید کنم. شما لطفا اگه میتونید حمایت کنید با لایک و کامنت و اینا، و فقط ویو کافی نیست، باید لایک و کامنت هم بذارید.
سابسکرایب هم بکنید بچه این کانال جدیدو که یکم بیاد بالا و فعالیتمون رو جدیدتر ادامه بدیم. خب بچه ها این فکر کنم جواب سوالاتون بود که چرا کانال من نیست و آیندرم بهتون گفتم که چه اتفاقی میفته و قراره چه کاری انجام بدیم مگه دوباره مشکلی به وجود نیاد. امیدوارم ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. سوال دیگه هم داشتید توی کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. حالا خیلی از بچه های کانال چون توی تلگرام منو دنبال نمی‌کردن و فقط توی یوتیوب داشتن شاید این ویدیو رو نبینن، حالا اگه تونستید اشتراک‌گذاری هم کنید تا بقیه هم مطلع بشن که چه اتفاقی افتاده و بیان کانال جدید رو دنبالش کنن. با انرژی دوباره میریم جلو، برمیگردیم، حتی بیشتر از قبل هم میریم جلو دیگه. اون چیزایی که از قبل داشتیم، اون برنامه‌ای که از قبل داشتیم، اون تورنمنت کلافی که میخواستم بذارم همش سر جاشه. یه سری ایده‌های دیگه هم هست که اونا هم به زودی میبینید و قرار کل اتفاقی خفن بیفته. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره بچه ها. ویدیو رو هم همونطور گفتم برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید چون خیلی ها توی تلگرام دنبال نمیکنن منو و نمیدونن که کانال جدید زدیم. حتما ویدیو اشتراک گذاری کنید. یه ویدیو هم قبلا گذاشتم توی کانال اینجاست که میتونید ببینیدش و ازش استفاده کنید. نمیدونم سرور تست پورت شد یا نه، حالا ویدیوشو ببینید. یه سری اطلاعات و اخبارم در مورد سیزن جدید توش گفتم. امیدوارم موفق باشید و دنیا به کامتون باشه. تا درود دیگر، بدرود.